حمله به مترسک هنر نیست. منطق زیربنای تفکر استدلالیه و اصول اون باید در هر بحثی رعایت بشه. اما منطق پوشالی یا مغلطه هیچ کس متقاعد نمیکنه همونطور که هیچ کلاقی از مترسک مزرعه نمیترسه. وقتی کسی با استدلال محکم و منطقی مواجه میشه معمولا دو اتفاق میافته. یا مثل طرف مقابل استدلال قوی ارائه میده یا وقتی خودش رو در موزه ضعف میبینه سعی میکنه سطح بحث رو در حد توان فکری خودش پایین بیاره یعنی ادعای طرف مقابل رو جوری تعبیر یا سوء تعبیر میکنه که به راحتی بتونه به اون ادعا حمله کنه مثلا وقتی در جریان مسابقات جهانی والیبال مردم به منع ورود زنا به ورزشگاه ها اعتراض کردند یکی از نمایندگان مجلس گفت کار زن بچه دار شدن و تربیت فرزند و شوهرداری ندیدن مسابقه والیبال برین از همونایی که میخوان برن والیبال ببینن بپرسین که چند نفرشون ازدواج کردن از میون اونا که ازدواج کردن چند نفرشون بچه دار شدن و اگرم بچه دار هستن چطور بچهشون رو تربیت میکنن این نماینده مجلس با ایجاد این تصویر خواسته زنان رو که ورود به ورزشگاه بود تغییر داده و از این طریق به اون حمله کرده بود. به این نوع سوء برداشت از ادعای طرف مقابل مغلطه مترسک، مرد پوشالی و یا پهلوان پنبه میگن. با ساختن مترسکی خندهدار و ضعیف از حرفهای طرف مقابل و با نقد چیزایی که به اون نسبت داده شده به راحتی میشه در هر بحث برنده شد. در طول تاریخ مغلطه مترسک معمولا علیه رفرمیستا و رادیکالها به بهانه ایجاد انحراف و هرج و مرج به کار گرفته شده. مثلا خواسته های فمینیستا همیشه با سوء تعبیر مورد حمله قرار گرفته از رایج ترین نقد های انحرافی علیه فمینیست ها ضد مرد بودن و ترویج جامعه زن سالاره همیشه هم لازم نیست کل ادعای طرف مقابل به مترسک تبدیل بشه بعضی وقتها با انگوش گذاشتن روی ضعیفترین جای استدلال و زیر ضربین گذاشتن اون این اتفاق میافته. برای مثال در همه انتخابات های دنیا رایجه که طرفین به ضعیفترین فرد حزب مخالف حمله میکنن و او رو نماینده یا سخنگوی اصلی اون حزب جا میزنند و در طول مبارزات انتخاباتی با نقد سخنانش کل حزب رو زیر سوال میبرن. تکنیک مغلطه مترسک مطرح کردن ادعای مورد بحث در افراطی ترین شکل ممکنه. نقد دیدگاه های افراطی معمولا خیلی آسونه. بنابراین میشه ادعاهای طرف مقابل رو به افراد کشوند و بعد به اون حمله کرد. راه مقابله با این مغلطه اینه که به مقلطه کننده یادآوری کنیم استدلالی که مطرح شده اون چیزی نیست که اون فکر میکنه یا وانمود میکنه اگه میخواد منطقی باشه باید استدلال اصلی ما رو نقد کنه نه مترسکی رو که خودش ساخته یادمون باشه اگه نمیتونیم ادعایی رو نقد کنیم انقدر با خودمون رو راست باشیم که به جای استدلال واقعی کاریکاتوری مسحک از منطق رو تحویل مخاطب ندیم.